من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله‌ای که تو عروه داره همین امروز مکرر مطرح بود، مسئله این که اگر یه وقتی یومک شک شد در آخر ماه شعبان، روایت داره اونی که مورد بحث فقهاست که به نیت ماه رمضان روزه نگیره و اگر گرفت نه رمضان حساب میشه نه غیر رمضان، اگر قضا داشته نه. مسئله که محل خلاف بین آقایون بزرگانه اینه که اگر نیت ما فی الذمه کرد که عروم داره این مسئله را، یعنی گفت خدایا اگر امروز آخر شعبانه، خدایا روزه شعبان حسابش کن، اگر اول ماه مبارک رمضانه، خدایا ماه رمضان حسابش کن، که به تعبیر علمی تردید در منویه، نه تردید در نیت. یعنی میگه خدایا قربتن الیک فردا را من روزه میگیرم چون خدا تو این روزه فردا را خواستی. حالا یا به حسابی که شعبانه خواست الهی خواست الزامی نبوده، لا اقتضایی بوده، یا اگر ماه رمضانه اونم خواست الهی هست اما خواست اقتضاییه، خواست الزامیه، که تردیدی که مکلف در نیت میکنه در ما نواهوست، در منویه، نه اینکه مردده که آیا روزه بگیره یا نه. تردید در نیت معنیش اینه شخص مردده که فردا روزه بشه یا نشه روزه، که نیت مردد باشه، اما نه در نیت مردد نیست، در نیت تصمیم داره فردا را به کل صوره روزه باشه. فقط این روزه که منویه، این مردد بین این که مستحب باشه آخر شعبان یا واجب باشه اول ماه رمضان. صاحب عروه فرموده الاقوا بطلانه، جماعتی هم بعد صاحب عروه پذیرفتن از ایشون، جماعتی هم از بزرگان حاشیه کردن مکرر که نه الاقوا صحته لا تبعد صحته. و عمدش اینه که اون دلیلی که میگوید که دلیل معتبرم هست، روایت معتبره، که یوم الشک را به نیت ماه رمضان نگیرد و اگر به نیت ماه رمضان گرفت اصلا باطله، نه برای شعبان حساب میشه نه ماه رمضان. حرف اینه که آیا این اطلاق داره، اطلاقی که یعنی ظهور داره در نیت ماه رمضان ولو علی نحو تردید فی المنوی، یا نه این ظهورش فقط منحصره به این که ماه رمضان را به عنوان تعیین بگیره چون عامه اون روز را مثلا ماه رمضان به علا نحو تعیین می گرفتن، اون را روایت نفی کرده. این برداشت، این استظهار از این روایت معتبره سبب اختلاف شده بین فقها در این که این روزه صحیحه یا نه.
به نظر میرسه یا منصرف به تعیین رمضان که علا نحول تردید فلمنوی شامل نمیشه، یا لاقل من الشک ظهور در اطلاق در شمول رمضان گرفتن علا نحول تردید فلمنوی لاقل شک داریم که این ظهور داره. وقتی که شک داشتیم، اگر شک در ظهور شد اصل عدمه، اگه ظهور محرز بود شک در مراد بود، اینجا اصالت ظهوره. اما اگه شک در ظهور شد، یعنی شک کردیم این فرمایش معصوم مستفاد ازش چیه، اونجا اصالت عدم ظهوره، چون ظهوری که محرز ظهورش اونه که حجته، اونه که منجز محذره، نه لفظی که ظهورش محرز نباشه. لذا اگر تردید در منوی شد، فرمایش عده از بزرگانی که حاشیه کردن اینجای عروه رو، به نظر میرسه اون اقرب به صحت باشه. بعد سی روز خود سی همینجور نه معروفه به سی، نه اینکه برای این محرز نیست، ازش بپرسی شما اول ماه شعبان دیدی میگه نه. اما همین معموله، طبق معمولی که رودن الان سی روز از ماه شعبان گذاشته، فردا هم شعب معبول بودم از اون حساب میکنم جاهلا، بعد معلوم میشه که یوم شک بوده. این همین عرضی که من کردم، استدلالی که دو طرف آقایون از دو طرف فرمودن، اینجا رو شامل میشن. میدونم، اما اطمینان شخصی داشته با اطمینانش و واقعا نبوده ماه رمضان، این چه اشکالی داره؟ این روایت منصرفه از اینه. بله، یا مسلم منصرفه، این را نمیخواد بگیره، یا لااقل من الشک در ظهور. به نتیجه در دو حالت ما نمیتونیم گردن روایت بذاریم یه معنایی را، باید ظهور در معنا داشته باشه. بله، اون منجز و معذره. اما اگه حتی شک در ظهور کردیم، فقها هم دارن مکرر جواهر غیر جواهر. این موردی که شما میفرمایید، باز این مورد مصداق همین عرضی که کردم خواهد بود، قاعدش اینه که روزش صحیح باشه. بله، درست. ببینید، وقتی که احراز شد رمضان هست، غیر رمضان درش نمیشه. وقتی که احراز شد رمضان نیست، ولو به استصحاب شعبان، اون نمیشه رمضان حسابش کنه. اما این مورد، همین موردی که ایشون فرمودن و موردی که من از عروه نقل کردم، مورد اینه که احرازی نیست. بله بله، من نمیگم من مستصحب شعبان. آقا ببینید، من مستصحب شعبان اصلا نمیتونم بگم رمضان، باید بگم شعبان به دلیل استصحاب. درست، در خطا در تطبیق چی میگید؟ خطا در تطبیق چی میگید شما؟ مواردی که خطا در تطبیقه، مثل همین که خیال میکرده
رمضان نیست، نیت شعبان کرده واقعا رمضان بوده، یا خیال میکرده رمضانه، یا خیال میکرده رمضانه. همین عرض میکنم شما خطا در تطبیق رو چی میگید؟ شما خطا در تطبیق رو چی میگید؟ اگر خطا در تطبیق بود حالا مثل ممکنه در مثل شما مناقشه کنید، خطا در تطبیق لا اشکال فی، احدی هم اشکال نکرده. من میخوام عرض کنم روایت اطلاق نداره که خطا در تطبیق رو شامل بشه، یا لااقل من الشک. عرض نه، عرض اینه نسبت نمیده، عرض اینه میگه خدایا اگر و اگر، اما در منوی اگر و اگر میگه، نه در نیت. چگیری داره؟ میگه خدایا فردا تو یقینا از من روزه رو خواستی، چه شعبان باشه چه رمضان. اگه شعبان باشه علی نحو لا اقتضا خواستی، اگر رمضان باشه علی نحو اقتضا خواستی. نه نمیگه شعبان، نمیگه رمضان، میگه خدایا اگر و اگر. نه صاحب عروه و جماعتی همین رو اشکال کردن، فرمودن دلیلی که میگوید یوم الشکرا به نیت رمضان نگیرد، اون دلیل شامل می شود موردی که علی نحو تردید فی المنوی هم باشد. عرض اینه یا منصرف از اینه همجور که یه عده از بزرگان فرمودن، یا لااقل من الشک. صاحب عروه می فرمود ما گیر این دلیل خاصیم که یوم الشک را به نیت رمضان بگیرد باطل است. این روایت خاص داره، معتبرم هست، معمول به هم هست. وقت آیا این فقط جایی را میگوید که یوم الشک است و نمیداند رمضان است و به نیت شهر رمضان میگیرد، خاص به اینه، یا اطلاق داره شامل میشه این که نمیداند رمضانه یا شعبانه، به نیت رمضان نمیگیره، به نیت شعبانم که حسب الاستصحاب نمیگیره. میگه اگر و اگر خدایا، اگر و اگر تردید در منوی، نه در تردید در منوی، نمیگیره. چه گیرید؟ چه اشکالی داره؟ بله اونم همینطور. مسئله دیگر در این زمینه، این مسئله موضوعش تقلیدیه یا نه؟ یعنی اگه زید مقلد آقای بروجردیه زمان ایشون رضوان الله علیه، آقای بروجردی گفتن پیش من ماه ثابت شده، یه وقت آقای بروجردی حکم میکنن فردا اول رمضانه، این بحث اینه که حکم حاکم در این موضوعات آیا معتبره یا نه، که محل خلافه. جماعتی گفتن حکم حاکم معتبر نیست در این موضوعات، در این موضوعات بعضی هم گفتن معتبره. نه بحث حکم نیست. فقیه میگه مرجع تقلید آقای بروجردی میفرمان پیش من ثابت شده. یه وقت باز میگیم که ثبوت نزد فقیه خودش حکمه، که مرحوم عقوی علی الله درجاته و جماعتی اینجور قائلن، میگن فقیه لازم نبگه حکم تو، همین گفت پیش من ثابت شد، همین کافیه، این حکمه. البته این محل کلام مرحوم والد ما رضوان الله علیه قبول نداشتن این را، خلاف هست بین آقایون، خلافه. حالا بنابراین که بگیم که ثبته معناش حکم نیست، یا اینکه اگرم حکم باشه، حکم حاکم شرع در این جور موضوعات اعتبار نداره. حالا شخصی مقلد مرحوم، یعنی بنابراین دو فرض، شخصی مقلد مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و زمان خود ایشونه، آقای بروجردی گفتن فردا پیش من ماه رمضان است، این شخص فرض کنید از شاگردای ایشونه، خودش طلب اهل علم فاضل فلانه، این که ایشون فرمودن پیش من ثابته، برای این شخص اطمینان نیورد، این فردا برایش یوم شکه یا نه. آره
قاعدش اینه یوم شک باشه. یه وقت عامی عادتا مطمئن میشه، عامی وقتی که مرجع تقلیدش فقیهش بگه یه اصلا یقین براش حاصل میشه. گفت علم اعتبار داره من طیران الغراب باشه او جریان المیزان، علم علمه از هر جا بیاد، نه سببش خصوصیت داره نه موردش. از کجا علم حاصل شده باشه برای شخص به نتیجه معذر و منجزه. یه وقت نه علم پیدا نمی کنه. این آیا براش معتبره؟ همین حرفی که فقها ها دارن غالبا مشهور در یه مسئله که چه بسا محل ابتلای بعضی ها باشه که همین الان اینجا نشستن، خیلی محل ابتلاست. پزشک مکرر میپرسن، در روز شاید چند بار از خود من سوال شده، شخصی مریضه، یک قعیه مریضی داره که نمیدونه روزه باشه ضرر داره یا نه، چون هر مریضی که نباید روزه بخوره، اگه روزه براش ضرر داره یا احتمال ضرر داره اونه که حق داره بخوره، اما هر اگه خورده سرش درد میکنه، مثلا یه خورده چشش درد میکنه، یک مختصری، نه هر مریضی. حالا پس باید ضرری باشه، حالا ولو خوف ضرر باشه. شخص رفت پیش پزشک، پیش طبیب، طبیبم متدینه، اهل خبره هم هست، این دو جهت درش محرزه. اهل خبره است که خبرویتش منجز و معذر میکنه، ثقه هست که وقتی که ها یا نبگه این محرزه که دروغ نداره میگه، یعنی شوخی نداره میکنه، داره طبق نظر خودش میگه، یعنی قوله مطابق لخبرویته، چون هم باید ثقه باشه هم اهل خبره باشه. طبیب اهل خبره به این شخص گفت که روزه برای شما ضرر دارد، روزه نگیرید، اما خودش فکر میکنه نه ضرر نداره براش، احساس خوف ضرر هم نمیکنه، این روزه بگیره یا نگیره، صاحب آروم گفت بگیره. و بالعکس العکس، طبیب بهش گفت روزه برای ضرر نداره، هیچ مسئله ای نیست، روزه بگیر، مشکلی نداری تو، اما این بین خودش و نفسش راستی خوف داره. خب طبیب که گاهی اشتباه میکنه، شاید هم اینجا اشتباه کرده باشه، این باید بگیره یا نگیره، این که خوف ضرر داره و طبیب بهش میگه نه، صاحب عروه میگه باید بگیره روزه، میگه ملاک خود شخصه، طبیب اهل خبره طریقیت داره در جایی که موضوع برای خود مکلف محرز نباشه. اگه خوف ضرر تمام الموضوع برای جواز الافطاره، تمام الموضوع برای محقق شده، و همین در مسئله ثابت شده میاد. چیه؟ نه موضوعه، موضوعه، نه حکم، حکم مورد تقلیده نه موضوع. موضوعاتی که مستنبط باشه، نه اگه موضوع مستنبط مثل آنیه، آنیه چیه؟ این مستنبطه، بله اشکال نداره. آقا رعایت که موضوع مستنبط نی، خود شما دارید میگید رعایت، رعایت حسه، خب نه آقا اسمش رؤیت حکمی نیست، نه عمومات بینه توسعه داده این را، مثل عمومات حکم حاکمه اگر کسی قائل باشه. رؤیت های رؤیت، رؤیت یعنی رؤیت، ابصار حس نه حدسه، تعبدی، اشکال نداره. نه آقا اینا نمیگن، آقا اجازه بدید، اینا نمیگن رؤیت مستنبط، اگه وقتی که بیانه میگه دلیل بیانه میگه بیانه حجته، اینجا رو گرفته، نه اینکه اینا نمیگن رؤیت مستنبط،
یعنی شارع فرموده پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن صومو لرؤیته، یعنی اگه دیدید. دلیل دیگه گفت تمام موضوعات بنابر عموم بینه که غالبا قائل هستن ولو یک شبهه و بحثی درش هست، بنابر عموم بینه بینه را شارع منجز و معذر در موضوعات قرار داده، از اون باب عموم بینه اومده گرفته، اینجا رو مثل جاهای دیگه میگه، یعنی عنوان ثانوی بینه. یعنی بینه میگه رؤیت لازم نیست، اگه بینه بود سمع لازم نیست، اگه بینه بود چی لازم نیست، اگه بینه بود اینه، نه اینکه رؤیت اسمش، رؤیت اسمش نیست، ندیده ندیده. مثل حکم حاکم میمونه که اگه گفتیم حجت حکم حاکم اسمش رؤیت استنباطیه، نه از این رازه. میدونیم اشتباه کرده؟ نه آقا، این خارج از موضوع شد آقا. تمام امارات، تمام ادله در ظرف شک، در نمیدونیمه. عرض کرد بله. نه نه، یعنی اگه علم نبود، اگه علم باشه استصحاب هم نمیاد. آه یعنی ببینید رخصت یا عزیمت استصحاب، این یه بحثیه که آقایون عمل به استصحاب واجبه یا جایزه. رخصت ها، احسنت. پس ما استصحاب رو نمیتونیم نبگیم رخصت نبگیم عزیمت. دلیل استصحاب میگه این مورد شک حکم سابق را داره، سابق اگه الزامی یا الزام. اگر آه ها اجازه الان عرض میکنم، مرحوم شیخ این را در رسائل در احتیاط دارن، آقایونم تبعیت کردن، حرف تامی هم هست. میفرمان الاحتیاط مورده محفوظ فقط فی صورت العلم خارجه، حتی مع وجود الاماره المعتبره احتیاط جا داره، چگیری داره، یعنی بینه. چرا؟ چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ نه بحث اینه، این آیا نه بحث اینه تنافی داره با الزامی یا تنافی نداره. آها نه نه، یه اسمش احتیاط نی، نه استصحاب میگه مال خودته، میگم چون احتیاط میکنم شاید واقعا مال زید باشه میدمش بزید، این گیری داره. احسنتم احسنتم احسنتم، کجا گفته؟ ها همین، بحث همینه، بحث همینه. دلیل گفت اگه یقین داریم که بحثی نیست. نه فرق میکنه، یقین وجدانی محفوظ نیست باهش مرتبه اماره، اما استصحاب محفوظ باهش مرتبه احتیاط، فرقش همینه. آه حکم الزامی على نحو الاطلاق حتی مقابل الاحتیاط، این اول الكلام دلیل میخواد. حکم الزامی درست که مقابل اینکه به قصد ماه رمضان انجام بده، این درست. بله حتی آه ها فرقش همینه، علم وجدانی قابلیت نداره احتیاط باهش، اما استصحاب قابلیت داره احتیاط باهش، بلکه شیخ انصاری میگن افضله. میگن درست میدون، مخالفت اسمش نیست،
احتیاط مخالفت نیست، احتیاط گناه ورعه و گیری هم نداره، تردیدم در نیت نی در منویه. نه اخه احتیاط اسمش نیست این، ببینید احتیاط طلب الواقع. ها از پول خودم خمس میدم احتیاطا؟ بله بگید چه اشکال داره. نه اگه مال کسی دیگه است نمیشه تصرف درش کنه، مثال فرق میکنه. نه اون آقا تصرف با شک هم جایز نیست، اون از اون جهته تصرف در مال دیگر جایز. من جایز نیست پول اونو بردارم خمس بدم. بله باید احتیاط یعنی ببینید آقا احتیاط احتمال درک الواقع باید باشه. من بخوام پول اونو بردارم خمس بدم احتمال درک الواقع نیست. بله احتمال داره واقعا مال من باشه، از پول اون رو بهش کاملا میدم، از پول خودم هم خمس میدم، میشه احتیاط. آها اما محفوظ معه مرتبه الاحتیاط، محفوظ مقابل چی؟ آقا احتیاط اگه فرض میکنید اسمش احتیاطه، این دیگه محفوظ معه المراتب، تسالم بر این هست. شما ببینید نه احتمال واقعی میدم خلافش را یا نه؟ سوال ها؟ جای احتیاط محفوظ کجا میگه احتیاط الغی؟ یعنی یجوز لک الالغا. نه منافات داره آخه احتیاط. شما تصور بفرمایید که احتیاط یعنی چی؟ یعنی احتمال و درک الواقع. یعنی من احتمال میدم با نیت شعبان کردن درک واقع نشده باشه، اگه احتمال میدم محفوظ مرتبه الاحتیاط معه. بله ببخشید بین فرمایش آقایون، من یه حاشیه اینجا دارم بد نیست عرض کنم برای آقایون اهل اختصاص، و اون مرحوم شیخ میفرمان که مرتبت الاحتیاط محفوظتون حتی فی مقابل الامارت المعتبره، چون اماره نمیگه هادا هو الواقع، علم میگه هادا هو الواقع، و اگرم جهل مرکب باشه طرف نمیدونه، اما با اماره مرتبه احتمال خلاف واقع محفوظه، وقت احتیاط میشه بکنن. من یه عرض اینجا دارم به مناسبت امور خارجیه، یعنی فرمای شیخ این است که در تمام امارات انسان میتواند احتیاط کند و احتیاط هم خوب است. من یه عرض اینجا دارم به لحاظ این که این شیء معرض وسوسه میشه برای بعضیا از تورع تو وسوسه میفتن، باید یه قید ما بکنیم اینجا رو، بگیم به شرطی که از نظر عرفی وسوسه این نباشه. یعنی یه شخصی در سال، من دیدم یه شخصی خدا رحمتش کنه تو کربلا بود، به خود منم مکرر مراجعه میکرد، در سال شاید بیش از 10 بار خمس میداد، آدم ورعی بود، محتاط بود، اینا خمس میداد، حساب کرده بود، بعد یه ماه شک میکرد که آیا فلان جنس رو حساب کرده و فلان پارچه که داره یا نه خمس میداد، باز میمد خمس میداد. من شک داشتم ازش بگیرم اصلا. 3 بار میمد، 4 بار میمد، یه حالتی داشت از شدت تورع، از شدت این، چون شک یعنی مثل که آدمی که شک کسی رو شک تو نمازه، این کسی رو شک تو خمس بود. ها بهش گفتم من به نظرم این خمس نداره، معذالک دو میدی من مصرف کنم برای اینها؟ اگه میگفت آره اون اشکال نداره، اما اگه میگفت نه من به عنوان احتیاط خمس میدم، من جایز نیبرم از این بگیرم این خمس را، کی وسوستون فل خمس. و خود این مطلب قاعدش اینه آدم کنار فرمای شیخ این حاشیه رو بذاره که به شرطی که از نظر عرفی وسوسه نباشه. صاحب جواهر یه جایی، حالا بگید کجا یادم نی، احتمال میدم تو صلات باشه، ایشون میفرماد روایات وسوسه از بس شدیده که مثلا تو بعضش داره بله، و هو یعبد الشیطان، ایو چیه روایتش؟
ای عقل الله، به حضرت عرض میکنه یه آدم عاقلیه، فلان کس آدم عاقلیه، نمازاشو اعاده میکنه. حضرت این اعاده رو اسم نمازه، نعوذ بالله، کار حرام که نداره میکنه. فرمودن ای عقل الله و هو یعبد الشیطان. صاحب جواهر میفرماد چون در باب وسوسه یه تعبیرایی تو روایت شده، ایشون میفرماد احتمال الوسوسه هم جایز نیست. بله این جواهر رو ببینید، من حالا نمیخوام اینو عرض کنم ها که جایز نیست، اگر احتمال اصلا عدمشه، یعنی میخوان بفرمان چون مسئله مهمه، تعبیر عبادت و شیطان ازش شده، احتمال نشه. وقت این وسوسه رو ما کنار فرمای شیخ بذاریم که شیخ میفرمان مرتبه احتیاط محفوظتون مع الامارات المعتبره ایضا. بله چون امارات المعتبره در درک واقع میکنه، اما اگه این سبب بشه که از نظر عرف متشرعه این دست آب کشیدن، این لباس آب کشیدن، این وضو گرفتن، این تکرار نماز کردن وسوستون، مثل که آدمی که وسوسه تو چیزای دیگه داره، اگه این شد مرتبه اینجا حفظ نیست. چرا؟ نه به خاطر اینکه درک واقع مشکل داره، به خاطر از اینکه از وسوسه به نحو مطلق نهی شده، حتی ولو در که واقع باشه درش. ایو عقل الله و هو یعبد الشیطان، معنیش اینه که عبادت شیطان، عبادت شیطان من اشد المحرمات. اما میگه عبادت شیطانه، نه فرم آقا ایو عقل الله رو نمیخواییم بگیم و هو یعبد الشیطان رو بفرمایید. جایز اطاعت شیطان؟ نه این ظهور در حرمت که داره. تجدید تأمل کنید. حضرت فرمودن و هو یعبدش، فرمودن و هو یعبد الشیطان، یعبد الشیطان حضرت فرمودن. ببینید حالا حالا شما تجدید تأمل بکنید. اون یه بحث دیگه است. نه نه ببینید، نه نه اجازه بدید، آقایون گفتن باطل، یه عده تصریح کردن، تصریح کردن. من از جهت دیگه، من از جهت دیگه اشکال دارم. ببینید عروه رو، عروه گفته آها، اگر اگر وسوسه حرام باشد، یک که مشهور ظاهرا هست، و این در عبادت و این مصداق وسوسه باشه، منهی عنهاست، وقت باطله، یعنی نهی شده از این الحمدلله تکرارش، میشه مصداق دیگه، نهی در عبادت موجب بطلانه. نه نه از باب نهی در عبادت. بس اگر وسوسه بود، اگه وسوسه شد، ها دل دلیل وسوسه خود آقا دلیل حاکمه، حضرت میگن این عبادت شیطانه، آقا حضرت میگن این عبادت شیطانه، دلیل حاکمه دیگه، دارن میفرمان این وسوسه ای عقل الله و هو یعبد الشیطان. نه به چه اونجا شما، اونجا شما میگفتید دین نداره، به چه دلیل حرامه؟ نه ببینید حالا کلن، حالا در عرض کردم صاحب جواهر راجع به وسوسه میفرماد چون تعبیرای شدید هست، احتمال الوسوسه هم حرامه، ایشون میگه اونجا. وقت اگه این شد، یعنی زمان صاحب جواهر، کسی مقلد صاحب جواهر باشه، به عنوان وسوسه ولا الضالین را چند بار تکرار کنه،
میشه حرام به فتوای اهل خبره که صاحب جواهر باشه، اینم که مقلدش زمان خود صاحب جواهر، این نماز میشه، این وللظالین گفتن میشه حرام، نهی در عبادت وجوب بطلانه، نمازش بطل. چی؟ وللظالین قدر متقن من میگم وللظالینش بطل میشه. لاده اگر در حد احتیاط، نه بشر، نه وسوسه، وسوسه اسمش احتیاط نیست. من خودم دیدم یه شخصی در یه جایی، شایدم فوت شده خدا رحمش کنه، من سنم پایین بود، سنش بالا بود، بیش از 70 بار دست تو حوض میکرد و در میکرد به تمام اشکال هندسیه معروفی. وسوسه است دیگه، وسوسه چجوریه دیگه؟ وقتی حرومه، این عبادت الله یا عبادت شیطان؟ نه نه، ما همونه، وسوسه، وسوسه، همینی که وسوسه است، وس، نه نه نه، ایذای نفس نیست، خود وسوسه عنوانه، خود وسوسه عنوانه، اگه وسوسه شد میشه عنوان. مرحوم والد ما خدا رحمت کنه همه رو، میفرمودن در ماه رمضان یک کسی بود، میگفتن جوانی بود از شدت ورع این بیانه، اما از شدت ورع به بیراه افتاده بود، میگفتن این روزه که میخواست بگیره ماه رمضان، چون آدم ها عادتا اینجور افراد وسوسی مسخره میکنن که خوبم نی، مسخره بدترش میکنه، باید یه جوری ببینن چاره وسش بکنن. میفرمودن این وسیعی که کسی تشکیک درش برش نکنه، و اینا میرفت تو اتاق نیم ساعت قبل فجر، در اتاق از رو خودش میبست، میگو میخوام نیت روزه بکنه، وسوسی وسوسی، فقط چون این خارج صومه، صومو باطل نمی کنه. اگر یه چیزی داخل عبادت شد، یعنی جزء عبادت شد، بله، مثل وللظالین فرمایشش. خلاصه هم حالا من نمیدونم حرف صاحب جواری، من عرض کنم صاحب جواری مرد فقیه مهمیه، ایشون اینجور میفرمادم حرف خیلی دور نیست، وقتی که تعبیر ازش شده به عبادت شدن، فقط یه دونه روایت نیست، یه مش روایت در وسوسه هست. خلاصه افراط و تفریط هر دوش بی خوده، همین آدمی که سهلنگاری میکنه درست حمدت رو نمیخونه، همونی که وسوسه میکنه تکرار میکنه. تو اون روایت داره حضرت فرمودن، هل چاید تو همین روایت باشه، هل یعید زکاته مرتین، هل یعطی زکاته مرتین، این که نمازش رو تکرار میکنه، زکات هم در سال دوبار میده. من دیدم یک کسی که عرض کردم خمس رو چند بار میده، اینو میجور وسوسه است دیگه. بله، غالبا این کسایی که وسوسه در طاهر نجسی دارن، در نمیدونم نماز وسوسه دارن، در نیت وسوسه دارن، تو پول وسوسه ندارن، در پول احتیاط نمی کنن. اما خب ممکنه که تو درون وسوسه داشته باشه. آها، نه اتفاقا در طول من فرمایش سید مرتضی رو قائلم که میفرماید اگر کسی خوند چیه، بله، یه بیت شعریه که مکرر شعرا در مصرع اول این را قفا نبکه من ذکر حبیب و موئلی، وقت چند تا از شعرا هستن، شعرای قدیم سابق، که این قفا نبکه من ذکر حبیب و موئلی شطر اول شعرشونه و بعدش شطر دومش فرق میکنه، هر شاعری یه جور گفته. شریف مرتضی فرموده اگر کسی خوند این قفا نبکه من ذکر حبیب و موئلی به قصد فلان شعر، فلان شعری که شطر دومش فلانه، یادش نیمد اون شطر مال شاعر دیگر رو خوند، نمیگن این شعر اون شاعر رو خونده، مصداق هست یا نه؟ شریف مرتضی بسم الله، نه نه نه، بسم الله به قصد عبادت گفته، قربتا الالله گفته، نه به عنوان این سوره خاص، یا به عنوان این سوره خاص گفت، بعد میخواد این سوره دیگه بخونه، دلیل که نداره که باطله. آقایون میفرمان چون جزء هر بسم اللهی جزء این سوره است، باید نیت این سوره رو کرده باشه،
عرض اینه که فرمایش شریف مرتضی اینه که این از کجا باید این اتصاف بسم الله به سوره فرض بفرمایید اذا زلزله، این تابع این است که بعدش اذا زلزله را بخواند. اما اگر نیت بسم الله کرد به نیت اذا زلزله و بعدش سوره الهاکم التکاثر خوند، این میگن الهاکم التکاثر خوند. این فرمایش سید مرتضی است، حرف بدی نیست. گرچه مشهور مخالفن ها، منم نمیخوام حالا برخلاف مشهور فتوا بدم، اینجا بحث علمیه، بحث فتوا نیست. چه گیری داره؟ یعنی اگه چی؟ که جزء سوره است، جزء همه سوره هاست، جزء همه سوره هاست الا براءت. نه جزء همه سوره هاست، اما همین بسم الله با همین حروف و حرکات جزء اذا زلزله است، جزء الهاکم التکاثر هم هست. این جزء مشترکه، جزء معین اگه بود بله. آقایون اشکال میکنن، عروه هم داره مسئله را. الکلام همین جا اومد از من پرسید، گفت که من یه مدتی السلام علیک ایها النبی رو نمیگفتم، یعنی چون خجل گاهی داشتم اینا، اما بعد پیش خودم اون میگفت، پیش خودم فکر کردم این واسه دنیای منم به درد میخوره، به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که سلام بکنم عنایت میکنن. این سلام گفت سلام نمیدونم چی بی طمع نیست. و از باب این که شده گفت چون این به ذهنم اومد، وقت مدتا نمیخوندم السلام علیک ایها النبی، حالا دارم میخونم. گفت گاهی رو اون ارتکاز قبلی میگم السلام، تا علا رو میگم یهو یادم میاد میخواستم السلام علیکم بگم، اما تا علا رو گفتم ذهنم به این مطلب میاد علیک، اینجوریش میکنم. گیری داره؟ چی بهش میگید؟ میگید تکرارش کنه؟ تکرار سلام اتفاقا جماعت از فقهای مرحوم والد ما در نماز واجب چون حاج حسین قمی شما از منطقه شیرازی اشکال میکردن. عروه داره، منم عروه رو حاشیه نکردم چون مثلا احتیاطه، چه اشکال داره؟ اما شاید بعد حاشیهش کرده باشن. من از وقتی که شاید 50 سال قبل فرمایش سید مرتضی رو دیدم، دیدم حرف خوبیه. ما متعبد به نتیجه به ادله هستیم، وقتی یه دلیل خاص نباشه صدق عرفی کنه چه گیری داره؟ تنها سید مرتضی نیست ها، شاید حاج آرزوی همدانی هم قائل باشن، اما سید مرتضی اینجور بیان کرده قفا نبک من ذکر حبیب ابن ما ولی. نمیدونم بعد چی؟ میدونم هم السلام علیکم هم السلام علیک ایها النبی، هر دو چیز انشاء یک ارتکازه. عرض میکنم مثل نیت که میگن داعیه، یعنی لازم نیست توجه به این داشته باشه که این انشاء اون تمام عامه مردم که اصلا کلمه انشاء و اخبار رو نشنید و بلد نیست، تو کوچی که به یکی سلام میکنه انشاء میکنه، یعنی انشاء تحیت میکنه. نمیدونم گفتن باید از فردا شب انشاءالله. الله امشب شب اول آقایین خسته نشن و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.